به نام او که هستی ما از اوست. قسمت 28 و آخر از کتاب ماتریکس الهی تقدیم به همه شما نازنینان. یک نفر باید این کار را انجام دهد. در هولوگرام زنده کامپیوتر آگاهی ما، هر ذره ای از هولوگرام هر قدر هم کوچک در حیطه فضای متعلق به خود زندگی می کند و همزمان در خدمت یک تمامیت بزرگتر است. برای مثال، ذرات زیر اتمی مواد تشکیل دهنده اتم هستند که نوع عمل کرده آن را تعیین می کنند. اتم ها نیز مولکول ها را می سازند و نوع عمل کرده آنها را دیکته می کنند. مولکول ها سلول های بدن ما را ساخته و چگونگی عمل کرده ما را شکل می دهند. بدن ما یک آینه کیهانی است و به همین ترتیب. دقیقاً به دلیل طبیعت یک هولوگرام، همانطور که در فصل دوم دیدیم، هر تغییر در هر یک از سطوح آن در تمام آن منعکس می شود. بنابراین نیازی نیست که عده زیادی از مردم از این روش نوین تفکر و اعتقاد پشتیبانی کنند. سرخپوستان بومی قرن 15 آموختند الگوی برخلاف عادت کشتی‌های خارجی را ببینند. پس از آنکه درمانگر قبیله دریافت که چطور دیدش را تغییر دهد. در سال 1980 جمعیت اسرائیل و لبنان صلح را تجربه کردند. پس از آنکه یک عده روش خاصی از احساس صلح را تمرین کرده و آن را در زمانهای معین انجام دادند. به همین ترتیب افراد اندکی که برنامه جدیدی در آگاهی ایجاد می کنند قادرند تفاوتی عظیم در واقعیت جمعی ما بیافرینند و کلیدش آن است که کسی آن را برای اولین بار انجام دهد. یک نفر باید راه تازه‌ای از بودن و زندگی کردن را برگزیند و در حضور دیگران تفاوتی ایجاد کند تا بتوان شاهد آن بود و آن را به الگوی آگاهی الساق کرد. ما با این کار برنامه باورهای خود را ارتقا بخشیده و واقعیت جدیدی را به آگاهی ارسال می کنیم. اثر بخشی این قاعده را در گذشته بسیار دیده ایم. از بودا، مسیح و محمد گرفته تا گاندی، مادر ترزا و مارتین لوتر کینگ. افراد زیادی این روش را انتخاب کرده و چنین عملی را در رابطه با آگاهی انجام دادند. درباره چنین مثال‌های قدرتمندی از تغییر آنقدر شنیده ایم که امروز دیگر آنها را بدیهی فرض می‌کنیم.
هنگامی که از نزدیک به شیوه این بزرگان می نگریم، از دیدن این که چگونه آنها بذر باورهایی تازه را در الگوی موجود افشاندند، شگفت زده می شویم. اگر بخواهیم آن را با کار کامپیوتر خودمان مقایسه کنیم، مثال این است که یک نرم افزار نوشتاری ناگهان به برنامه علوم فضایی تبدیل شود. چون این اتفاقی را می توان آخر هوش مصنوعی به حساب آورد. به همین دلیل اگر ما تغییر بزرگی را در حضور همان باورهای ایجاد کنیم که ما را به گذشته محدود کرده اند، تا چه اندازه می تواند معجزه‌وار باشد؟ به همین دلیل است که یافتن راهی برای اعتماد کردن به جهانی که به دلایل بیشماری ما را می ترساند، برای جستجوی بخشش در سیاره‌ای که ریشه در انتقام دارد و یافتن همدردی در دنیایی که آموخته آنچه از آن می ترسد و یا آن را نمی فهمد از میان بردارد، تا چه اندازه می تواند مهم باشد. این دقیقاً همان چیزی است که اساتید و بزرگان ما به انجام رساندند. آن روشن بینان با زیستنی توأم با خرد، همدردی، اعتماد و عشق، نرم افزار باورهایی را تغییر دادند که با سیستم عامل آگاهی سخن می گفت. آنها با کاشتن بذر احتمالات جدید، واقعیت زندگی ما را ارتقا بخشیدند. امروز نیز ما همان فرصت را داریم. برای ایجاد تغییر لازم نیست که قدیس باشیم. یک تمایز جالب میان انتخاب‌های فعلی ما با انتخاب‌های گذشته وجود دارد. مطالعات علمی نشان می‌دهند که هر قدر تعداد افرادی که یک باور جدید را می‌پذیرند بیشتر باشد، آن باور آسان‌تر صورت واقعیت به خود می‌گیرد. همانطور که در فصل 2 به آن اشاره شد، معادله ریشه مربع 1% به آسانی تعداد افراد مورد نیاز برای ایجاد تغییر را نشان می دهد. بودا، مسیح و دیگر بزرگان اولین کسانی بودند که اعمالشان در را به روی دیگران گشود تا دیگران نیز همان کارها را انجام دهند. حتی خود مسیح گفت که نسل‌های آینده کارهایی انجام خواهند داد که به چشم مردم امروز معجزه می‌آیند. طی سال‌ها عده زیادی از مردم از این افراد اهل بصیرت پیروی کرده و تکانه‌ای که آنها ایجاد کردند امتیازی است که ما نسبت به گذشتگان داریم. امروز ما می دانیم که می توانیم جسم خود را شفا دهیم و سالهای بیشتری زندگی کنیم. ما می دانیم که عشق، قدردانی و حق شناسی کیفیت‌های حیات بخشند که جسم ما را از سلامتی و دنیای من را از صلح سرشار می کنند. خب،
ما با چنین دانشی چه می کنیم؟ چه می شود اگر یکی از ما تصمیم بگیرد که به یک الگوی زیانبار و قدیمی پاسخی تازه بدهد؟ چه پیش می آید اگر برای مثال کسی انتخاب کند که به خیانت یا اعتماد لگدکوب شده بدون ناراحتی و خشم پاسخ دهد؟ فکر می کنید چه می شود وقتی یک عضو خانواده اخبار شبانه را تماشا کند و به انتقام یا تلافی نسبت به کسانی که مرتکب اشتباه شده و در حق دیگران خشونت به خرج دادند فکر نکند؟ چه اتفاقی می افتد اگر تنها یک نفر پلی زنده شود، یک پیشگام برای همه کسانی که شهامت انتخاب همان راه را دارند؟ هر بار که فرد دیگری همان گزینه را برمی‌گزیند، کار کمی آسان‌تر می‌شود، زیرا شخص دیگری آن را برای اولین بار انجام داده است. همانطور که قبلاً به آن پی بردیم، کلید موفقیت در انجام چنین کاری این است که از آنچه سبب آزارشان می شود فراتر روند، بی آنکه در آن تجربه گم شوند. به عبارت دیگر، مارتین لوتر کینگ نمی توانست با نفرت جلوی نفرت ورزیدن را بگیرد. نلسون ماندلا نمی توانست بیش از 2 دهه در زندان آفریقای جنوبی دوام بیاورد اگر از کسانی که او را زندانی کرده بودند متنفر می شد. به همین طریق غیر ممکن است با ایجاد جنگ های بیشتر به جنگ پایان بخشید. ما قدرت این قانون را برای یافتن صلح در قرن 20 مشاهده کرده ایم. در جهانی که عقاید ما بازتابنده می شود، واضح است که انسان های خشمگین قادر به آفریدن دنیایی سرشار از صلح نباشند. ما خسته ایم و عدم ثبات دنیای امروز شاهدی است بر اینکه تلاش‌های ما در چه جهتی بوده است. کسانی که چرخه ظلم را از درون ظلم تغییر داده اند 2 الگوی قدرتمند را نشان می دهند. 1. انتخاب نگریستن از فراسوی نفرت. از درون همان سیستمی سرچشمه می گیرد که آن را ایجاد می کند. نه آن که از یک منبع بیرونی به سیستم تحمیل شود. 2. کسانی که چنین انتخابی می کنند به پلهایی زنده بدل می گردند برای کسانی که بیش از همه دوستشان دارند. آنها با زیستن حقیقت خود در سیستمی که در آن زمان از باورهای آنان حمایت نمی کند، حقیقی ترین قدرت خود را باز می‌یابند. چه طرح قدرتمندی؟ آگاهی هولوگرافیک این امکان را فراهم می‌آورد که یک تغییر در هر جای سیستم به تغییری در تمام سیستم مبدل شود.
اکنون که دنیای خود را با بیش از 6 میلیارد جمعیت سهیم هستیم، همه ما به درجاتی از گزینش صلح و شفا که توسط عده اندکی انجام می شود بهره می بریم. من این را با اطمینان می گویم، زیرا شاهد مؤثر بودن این قانون بودم. با شناختن ماتریکس الهی، ما اکنون دارای همه آنچه که به آن نیاز داریم هستیم تا به قدرت خود برای خلق و به کار بستن آن دانسته ها در بزرگترین چالش های دوران خود ایمان بیاوریم. با برگزیدن صلح، چه در دنیا و چه در خانواده، و برای شفا بخشیدن به عزیزانمان و یا خودمان، قواعد تقریبا یکسانی وجود دارد. در جهان به مثابه یک کامپیوتر آگاهی که در آن احساسات، عواطف، باورها و دعاها واقعیت‌ها را برنامه ریزی می کنند، این موضوع به خوبی قابل فهم می شود که ما می توانیم دستورالعملی داشته باشیم که مراحل ساختن واقعیت‌ها را مشخص کند. و ما این کار را انجام می دهیم. در طی دوران با بصیرت ترین اساتید جسته و گریخته آن را با ما در میان گذاشتند. کلیدهای بخش بعدی از آموزه‌های آنان وام گرفته شده و به گونه‌ای طراحی گردیده است که ما را گام به گام در توالی منطق و عمل که برای ایجاد تغییر ثابت شده است به پیش ببرد. هرچند که به یقین کلیدهای دیگری نیز وجود دارند، اما این توالی بر مبنای زمان تأثیر خود را در طی تاریخ نشان داده است. در بسیاری از تجربه‌های شخصی خودمان نیز چنین بوده است. به همین دلیل آنها مختصر و به شکل دستورالعمل‌هایی برای ارتقاء برنامه‌های زندگی و ایجاد تغییر در دنیا آورده شده اند. بیست کلید ایجاد واقعیت. این کلیدها خلاصه از مطالب مهم کتاب هستند. از دیدگاه فردی جالبند و از نقطه نظر جمعی داستانی برای حکایت دارند. داستان ما که یادآور قدرتمان در آفرینش است. این کلیدها را می توان به مثابه نرم افزار کامپیوتر آگاهی ما برای خلق واقعیت ها دانست. کدهای ایجاد تغییر. و مانند هر کد دیگری، کلیدها ترتیب و توالی خود را دارند. سادهش این می شود. همانطور که برای پختن کیک به تمام مواد اولیه در جای خود احتیاج داریم، کلیدهای ما برای ساختن واقعیت تنها زمانی مؤثرند که هر مرحله از این فرایند درک شده و زمانی که به آن نیاز داریم در دسترس باشند. وقتی به ادراک این کلیدها فکر می کنم، به یاد توالی دانشی می افتم که در سومین کتاب اسرارآمیز کابالا
توصیف شده است. در دستورالعملی که در آن به وجود آمدن کائنات گام به گام شرح داده شده است، نویسنده ناشناس کتاب از خواننده می‌خواهد که هر مرحله از خلقت را در یک زمان مورد توجه قرار دهد. با این کار خواننده برای هر مرحله دقت و توجه مربوط به آن را به کار می‌برد. در متن آن دستورالعمل باستانی آورده شده است: آنها را بیازمای و در آنها کنکاش کن و هر یک را در جایگاه حقیقیش قرار بده. به همین ترتیب من از شما می خواهم هر یک از این کلیدها را به تنهایی مورد توجه قرار دهید. هر یک از آنها را در جایگاه خودش به عنوان عامل قدرتمند تغییر قرار دهید. با آن کار کنید تا جایی که برایتان معنا پیدا کند. این مراحل با هم می توانند کد شما برای تغییر دنیا و وجودتان باشد. بیست کلید آفرینش آگاهانه. کلید یک: ماتریکس الهی ظرفی است که تمام کائنات را در خود جای می دهد. پلی است میان همه چیز و آینه است که آنچه را خلق کرده ایم به ما نشان می دهد. کلید دو: همه چیز در این دنیای ما به هم پیوسته است. کلید سه: برای دست یافتن به نیروی کائنات می باید خود را به عنوان بخشی از آن ببینیم و نه جدای از آن. کلید چهار: اگر زمانی پیوستگی وجود داشته باشد، برای همیشه باقی می ماند. خواه ارتباط فیزیکی برقرار بماند یا نه. کلید پنج: عمل تمرکز آگاهی آفرینش است. آگاهی می آفریند. کلید شش: همه ما قدرتی را که برای ایجاد تمام تغییرات مورد انتخاب خود نیازمندیم دارا هستیم. کلید هفت: تمرکز آگاهی به واقعیت دنیای ما تبدیل می شود. کلید هشت: فقط گفتن این که ما واقعیت جدیدی را انتخاب می کنیم کافی نیست. کلید نه: احساسات زبانی است که با ماتریکس الهی حرف میزند. احساس کنید که گویی به هدف خود رسیدید و به دعایتان پا
پاسخ داده شده است. کلید ده: هر احساسی مؤثر نیست. آن احساس باید بدون خودخواهی و قضاوت باشد. کلید 11: باید در زندگی خود آن چیزی شویم که برای تجربه کردن به عنوان دنیای خود انتخابش می‌کنیم. کلید 12: ما به وسیله قوانینی که امروزه از فیزیک می‌شناسیم محدود نمی‌شویم. کلید 13: هر بخشی از هر چیزی که هولوگرافیک باشد آن را به طور کامل منعکس می کند. کلید 14: هولوگرام به هم پیوسته جهانی ذهن وعده می دهد که آرزوهای نیک و دعاهایمان از پیش دریافت شده و در مقصد خود قرار دارند. کلید 15: از طریق هولوگرام آگاهی هر تغییر کوچک در زندگی ما در هر کجای دنیا منعکس می شود. کلید 16: حداقل تعداد افرادی که برای شروع یک تغییر در آگاهی مورد نیاز است، جذر 1% آن جمعیت است. کلید 17: ماتریکس الهی همچون یک آینه رابطه هایی را که بر اساس باورهای خود ایجاد کرده ایم به سوی ما منعکس می کند. کلید 18: ریشه تجربه های منفی ما می تواند به یکی از 3 ترس جهانی یا ترکیبی از آنها برگردد: احساس رها شدگی، کمبود ارزش نفس و عدم اطمینان. کلید 19: باورهای حقیقی ما در صمیمانه ترین رابطه های من منعکس می شوند. کلید 20: ما می باید در زندگی خود به همه آن چیزهایی که برای تجربه کردن در دنیای خود برمی گزینیم دست پیدا کنیم. تقریباً به طور جهانی ما در احساسی شریک هستیم که به همگی ما مربوط می شود. بدون آنکه نیازی باشد تا با هم ملاقات کرده باشیم. جایی در عمق وجودمان از میان خاطره‌ای مهالود و قدیمی می دانیم
که درون خود صاحب قدرتی جادویی و معجزه آساییم. از زمان کودکی درباره توانایی خود برای انجام کارهایی که فراتر از حیطه عقلانیت و منطق است رویا می بافیم. و چرا که نه؟ در کودکی قوانینی که می گویند معجزه ها اتفاق نمی افتند را هنوز نیاموخته ایم. چیزهایی که یادآور قدرت درونی معجزه‌وارمان هستند در اطراف ما قرار دارند. در بخش دو اشاره کردم که ناهنجاری ذرات کوانتومی می‌تواند چیزی بیش از فقط رفتارهایی عجیب و ترسناک باشد. من پرسیدم آیا آزادی این ذرات که با آن در فضا زمان حرکت می کنند آزادی را به ما نشان می دهد که در زندگی ما نیز امکان دارد؟ و به عمد برای پاسخ به آن تا این لحظه صبر کردم. به دنبال همه آن آزمایش ها و تحقیقات، همراه با معرفی کردن کسانی که از مرز باورهای خود فراتر رفتند، من ایمان دارم که پاسخ آن آری است. اگر ذراتی که ما از آنها ساخته شده ایم می توانند ارتباط آنی با یکدیگر برقرار کنند، همزمان در دو مکان باشند، در آینده زندگی کنند، همان گونه که در گذشته به سر برده اند، و حتی با انتخاب‌های اکنون خود تاریخ را عوض کنند، پس ما نیز می توانیم. تنها تفاوت میان آن ذرات جداگانه و ما این است که ما از تعداد زیادی از آنها که توسط نیروی آگاهی در کنار هم قرار گرفتند ساخته شده ایم. معنویت کهن به قلب ما یادآور شده و تجربیات مدرن برای ذهنمان ثابت کردند که یگانه و قدرتمندترین نیروی کائنات درون هر یک از ماست و آن راز بزرگ آفرینش است. قدرت خلق دنیایی که در باورهای خود تصور می کنیم. هرچند ساده تر از آن به نظر می آید که حقیقت داشته باشد. اما من ایمان دارم کائنات دقیقاً به همین روش عمل می کند. وقتی مولوی آن شاعر صوفی گفت که ما از جاودانگی خود در هراسیم، شاید منظورش این بود که در حقیقت قدرت انتخاب جاودانگی است که موجب ترس ما می شود. همانطور که نوآموزان کریستوفر لوگ در مقدمه کتاب پی بردند که همه آنچه به آن نیاز داشتند تنها تلنگری بود، شاید ما نیز همه آنچه نیاز داریم تغییری کوچک
در دیدگاهمان باشد تا خود را معماران دنیا، سرنوشت خود و هنرمندانی جهانی ببینیم که باورهای درونی خود را بر بوم کائنات نقش می‌زنیم. اگر به یاد بیاوریم که ما هم هنریم و هم هنرمند، شاید بتوانیم به یاد آوریم که ما بذر معجزه‌هاییم و نیز خود معجزه‌ایم. اگر بتوانیم آن تغییر کوچک را ایجاد کنیم، آنگاه در ماتریکس الهی شفا یافته‌ایم. پایان قسمت 28 و پایان کتاب فوق‌العاده زیبای ماتریکس الهی. باشد که این آگاهی ارزشمند نوری باشد بر آگاهی ما و مسیر زندگی ما را این نور الهی روشن کند و ما و همه سیاره زیبای زمین در عشق، نور، شفای پروردگار، صلح و آرامش، برکت و فراوانی، رقص و پایکوبی زندگی کنیم. و این چنین است. پروردگارا شکر که این آگاهی را دریافت کردم. با عشق حاله نظری.